دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه، سرحال قبرا و پر انرژی باشه. خب تو این ویدیو دو تا فرصت شغلی رو میخوام بهتون معرفی کنم که هیچ سرمایه اولیه ای نمیخواد، فقط لازمه که برای اینکه این فرصت های شغلی برای شما باشه، شغل شما باشه، مهارتشو به دست بیارید. مهارتشو داشته باشین، همه جای این کشور که چه عرض کنم در سراسر دنیا برای شما شغل خواهد. اولیش مدیریت شبکه‌های اجتماعی. ببین کسب و کارها امروزه براشون خیلی جذابه که درآمد آنلاین داشته باشن. چرا؟ چون واسهشون سود داره. فکر کن مثلا طرف یه مغازه داره، ماهی 30 میلیون هم ازش داره درآمد کسب میکنه. همین اگه بخواد آنلاین باشه دیگه هیچی که نداشته باشه، ماهی 5 میلیون 10 میلیون هم از آنلاین واسهش آورده داره. پس واسهش میصرفه که تو این دنیای آنلاین حضور داشته باشه یا حتی بخش از بودجه تبلیغاتیشو صرف دنیای آنلاین کنه. مشکل چیه؟ خودش بلد نیست. حالا این فرصت شغلی چیه؟ این که شما این مهارت رو داشته باشی که برای بیزنس ها، برای کسب و کارها صفحات اجتماعی درست کنید، صفحات اجتماعیشون رو مدیریت کنید، تولید محتواشون رو به عهده بگیرید و درآمد و آورده داشته باشید. همین الان که این ویدیو رو می‌خواستم ضبط کنم و آقای فیلمبردارم که همینجا نشسته داشتم صحبت می‌کردم، میگفت که برادر خانومشون پزشک هستن توی شهر آمول و میگه دانشجوی اومده بهشون پیشنهاد داده که من پیج شما رو مدیریت می‌کنم، ماهی 1 تومن هم در ازاش حقوق میگیرم. و میگه همین فرد بیش از 10 نفر مختلف رو این پیشنهاد رو داده و حداقل ماهی 10 میلیون از این راه داره کسب درآمد میکنه. ببین فرصت های شغلی زیاده، ولی شما باید مهارتش رو کسب کنید. ببین یه فرد مثلا میره 6 سال 7 سال دانشگاه درس میخونه، بعدش میاد بیرون میگه هیچ درآمدی ندارم، هیچ کاری هم پیدا نمیکنم. ولی شما مدیریت شبکه‌های اجتماعی، دنیای اینستا، کسب و کار آنلاین رو میتونید در کمتر از 1 سال یاد بگیرید. کمتر از 1 سال یاد بگیری، ماهی 10 میلیون درآمد داشته باشی. نمیصرفه؟ خب طبیعتاً میصرفه. فرصت شغلی دوم. ببین ما توی بازاری هستیم که امروزه برای خرید هر کالایی انتخاب‌های متعددی داریم. افراد مختلفی هستن که اون کالا یا خدمات رو ارائه میدن. برنده کیه؟ برنده اون کسیه که بتونه پرزنت بهتری داشته باشه، فروشنده حرفه‌ای تری باشه. پس اگه شما مهارت فروش رو حرفه‌ای یاد بگیرین، طبیعتاً توی هر کسب و کاری که پیشنهاد بدین شما رو استخدام میکنن. یه مثال بزنم، یه دقیقاً شاید مثلا 100 متر بالاتر دفتر ما یه فروشگاه خیلی بزرگ لباس بود و در مرز ورشکستگی بود. این آقا چیکار کرد؟ رفته از تهران یه فروشنده حرفه‌ای رو آورده. این فروشنده حرفه‌ای نه تنها کسب و کار رو از ورشکستگی نجات داده، و الان حداقل 10 برابر اون چیزی که اون فرد انتظار داشت از این کسب و کار درآمد کسب کنه آورده داره. من خودم اولین باری که رفتم این فروشنده جدید دیدم، چند میلیون به من تونست کارا رو بفروشه، لباسو بفروشه. خب این هنر چیه؟ هنر یه فروشنده یک اصول فروش رو بلده. شما اگه این مهارت رو کسب کنی که چجوری فروشنده بهتری باشی، چجوری بفروشی، چجوری اعتراضات برطرف کنی، چجوری قیمت بدی، چجوری پیگیری کنی و اصولش رو بلد باشی، خب میری به کسب و کارها پیشنهاد میدی من جویای کارم، مهارت من فروشندگیه، میتونین من رو تست کنین، یه هفته برای شما حتی رایگان کار میکنم، اگه اوکی بود من اینجا میتونم استخدام بشم و بر اساس این درآمدی که ایجاد میکنم این حقوقم برای خودم قائل میشم. مطمئن باشین وقتی شما سود برسونین، اون فرد هم اون رو به شما برمیگرده و مهارت فروششون رو ارتقا دادن. و مطمئن باشین با این دوتا مهارت، مهارت ایجاد کسب و کار اینترنتی و مهارت فروش و فروشندگی، شما هر جای دنیا باشین پیشنهاد بدین، حالا شاید اولین نه دومین نه، ولی توی دهمین پیشنهادتون برای شما فرصت شغلی همیشه هست. پیروز موفق باشین. نظراتتون حتما با من به اشتراک بذارین. یا هم